سرخط خبرها. فرار مالیاتی بیش از 90 میلیون افغانی در هرات. فائق علیزاده مستوفی هرات میگوید که مالی گریزان شامل شرکت ها و ادارات دولتی می شود. اعلام حمایت مالی عربستان از پروژه تاپی. وزیر صنایع عربستان سعودی بر علاقه‌مندی کشورش به حمایت از پروژه تاپی تاکید کرده است. انتقاد سه‌چرخه‌داران فراغ از پلیس ترافیک. آنان میگویند که ماموران اداره ترافیک همواره با آنان برخورد نامناسب داشتند. تضمین موافقت نامه صلح میان حکومت و طالبان از سوی اتحادیه اروپا. حکومت اعلام کرده در صورت امضای توافق نامه صلح، اتحادیه اروپا آن را تضمین خواهد کرد. و اینکه آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند قسمت هایی از چندین بنای تاریخی در بارندگی اخیر تخریب شده، دوباره بازسازی خواهند شد. زلمه صفا عامر بناهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که در حال حاضر واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری بناهای تاریخی را آسیب شناسی می کند و در آینده نزدیک برای ترمیم و بازسازی بناهای تاریخی اقدام عملی روی دست گرفته می شود. هرات از جمله ولایت های باستانی افغانستان شمرده می شود که دارای بیش از 700 بنای تاریخی است. مسئولان مستوفیت ولایت هرات از فرار مالیاتی شماری از افراد خبر می دهند. آنان می گویند که برخی از شرکت های خصوصی و ادارات دولتی در سال مالی 97 از پرداخت مالی سر باز زده و فرار مالیاتی آنان به 90 میلیون افغانی رسیده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی مستوفیت ولایت هرات، فرار مالیاتی در سال 97 به سقف 90 میلیون افغانی رسیده است. فائق علیزاده مستوفی هرات از فرد یا نهادی نام نبرده، اما میگوید که فهرستی از این افراد و نهادها جهت پیگیری به مرکز کشور فرستاده شده است. خانم علیزاده افزود که اگر این مالی گریزان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشوند، جرایم مالیاتی بر آنان وضع خواهد شد. فعلا همین 90 میلیون ما چیز برآورده که کردین، ما اعمال 90 میلیون فرار مالیاتی داریم. مطابق با ماده 17 و 58 قانون مالیات بر عواید، هر شهروند حقیقی و حکمی مکلف به پرداخت مالیات است. جدا از اجرای قانون، فرهنگ پرداخت مالیات در کشور هنوز نهادینه نشده و به باور آگاهان فرار مالیاتی عمدتاً از سوی افراد پردرآمد صورت می‌گیرد. با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که امسال حدود 200 نفر که در 80 پرونده فساد اداری متهم بودند بازداشت شدند که اتهام برخی از آنان فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی ما نمیتونیم نادیده بگیریم. خب نیازمند امکانات هست، نیازمند تجهیزات هست، نیازمند بالامردن ظرفیت و همچنین تشکیلات مصرفیت و حوزه های مالیاتی است که در این راستا پیشنهادات لازم به ادارات مرکزی ارائه شده و طبیعتاً در حال حاضر ما با استفاده از ظرفیت و توانایی که داریم، حتی از طریق ارگان های عدلی قضایی به خاطر برخورد با کسانی که از پرداخت عواید یا اینا سرباز میزنن یا به اصطلاح عمومی اینا فرار مالیاتی مرتکب میشن، استفاده میکنن. موضوع 90 میلیونی فرار مالیاتی در هرات در حالی مطرح می شود که در سال 97 درآمد اداره مستوفیت افزایش یافته است. بر اساس معلومات امسال اداره مستوفیت هرات 3 میلیارد و 338 میلیون افغانی درآمد داشته که نسبت به سال قبل 6% افزایش را نشان می دهد. سفارت ترکمنستان در کابل اعلام کرده که عربستان سعودی وعده فراهم ساختن حمایت‌های مالی از پروژه تاپی را
داده است. در این حال خالد الفلاح وزیر انرژی صنایع و معادن عربستان سعودی بر علاقمندی کشورش برای سرمایه گذاری پیرامون پروژه تاپی تاکید کرده است. او گفته است که عربستان سعودی در حال انجام مطالعات برای مشارکت در تامین مالی پروژه تاپی است. پروژه تاپی سال گذشته در هرات افتتاح شد. هزینه اجرایی این پروژه بین 7.5 تا 10 میلیارد دلار برآورد می شود. در این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال خواهد یافت. ساکنان هرات از وجود کوره‌های خشت‌پزی و دود و غبار ناشی از این کوره‌ها در داخل شهر انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که دود و غبار ناشی از کوره‌های خشت‌پزی آب و هوای شهر را آلوده ساخته و سبب بروز امراض گوناگون می‌شود. در همین حال، مسئولان اداره محیط زیست عدم همکاری ادارات زیرربط را دلیل اصلی عدم انتقال کوره‌های خشت‌پزی به بیرون از شهر عنوان می‌کنند. بحث کوره‌های خشت‌پزی یکی از عوامل عمده و چالش عمده فرا روی اداره محیط زیست هست که همواره ما تلاش کردیم که کوره‌های خشت‌پزی از ساحات مسکونی و ساحات سبز بیرون بره و متاسفانه کمتر ارگان‌های اجرایی در این راستا با هم کاری کردن. ما در این اواخر بر اساس اولویت بندی هایی که انجام دادیم یک تعداد کوره هایی که بیشترین آلودگی را داشتن ما اونا رو اولویت بندی کردیم و ارگان های عدلی و قضایی روان کردیم تا اینکه پیرامون از این موضوع تصمیم گرفته باشه. ما منتظر هستیم که تا اینکه به ارگان های اجرایی و همچنان از طریق ارگان های عدلی و قضایی موضوع کوره های خشت‌پزی پیگیری بشه. مسئولان محلی هرات میگویند که یکی از کارمندان گمرک اسلام قلعه توسط نیروهای ریاست امنیت ملی به اتهام حیف و میل عواید این اداره بازداشت شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که متهم ساکن اصلی ولایت لوگر بوده و پس از آن مورد تعقیب نیروهای امنیت ملی قرار گرفته که در تشریح اسناد گمرکی یک محموله جعلکاری نموده بود. وی میافزاید که از ناحیه جعل این جعلکاری بالغ بر 1 میلیون افغانی از عواید ریاست گمرک زائل شده است. گمرک اسلام قلعه یکی از پردرآمدترین ادارات هرات می باشد. اما همواره نگرانی از وجود فساد گسترده در این اداره وجود دارد. سه‌چرخه سواران فراهی از برخورد نامناسب پلیس ترافیک انتقاد می کنند. آنان می گویند که پلیس ترافیک با این قشر برخورد خوبی نداشته و هر از گاهی آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. این سه‌چرخه‌داران که در شهر فرا به منظور معیشت خانواده هایشان فعالیت می کنند از برخورد نامناسب پلیس ترافیک انتقاد می کنند. آنان می گویند که پلیس ترافیک همواره با آنان برخورد نامناسب داشته و هر از گاهی آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. ترافیکان منیسی یا من در تیرو کبرچی وی یا تربالون را سخت سری یا موی من یه راز بر راتوای لیسانس را کبل راز راتوای جرمه پرناکی بانده من خلاف نزو پرناکی مگیره من دولت سخت داغت کازار داغت ترافیکان من سخت داغی که نامی بیزیتی که دو خوارو غریب دغه تنه ګوشیدې د مې پنځه لس سوه ټیرانې سو دی راسې ټیر په پنچر کښې څو روپۍ مشکار نه کو د پنځه لس سوه ټیر پنچر کښې دا نو خواهش دی دولت څنګه چې موږ دغه خلک اصلاح کړو کټ کړي نه دوی بیا په چې ټیرونه بیا سوریان کړي دي وبل موږ سره وپلې مریضان یې دا خوارو غریب وپلې زه ته یې ښکنځل راته کوي وایي مو ټکوي مو بیا مو هلته هم څغلی یې دا وپلې هلته موږ څه بیا روپۍ اخلي آنان می گویند با آنکه اسناد گشت و گذار وسایطشان را به گونه قانونی با خود دارند اما باز هم پلیس ترافیک آنان را جریمه و یا اینکه از آنان به گونه غیر قانونی پول اخذ می کنند. فکر از این بیزتی که تیرون پنچوری را من پتی مستری ترپالون سری علا بیزتی که شکنزل هم که اینو مرد سور تو آیم مرد هم احترام لرو قانون سره لرو بر بنیاد گفته های نفرات گاهن در برخی از مکان ها پلیس ترافیک خود سبب بی‌نظمی و انسداد جاده های شهر می شود.
خواستیم نظر مدیریت ترافیک را در این زمینه با خود داشته باشیم، اما موفق به انجام این کار نشدیم. طبق مصاحبه های قبلی که با مسئولان این مدیریت داشتیم، آنان همواره گفته بودند که پلیس ترافیک برای عمل ساختن قانون برخی رانندگان و سه چرخداران متخلف را جریمه می کنند. ظاهرا آگاه نبودن رانندگان از قوانین ترافیکی و برخی زورگویی های افراد مختلف موجب بی‌نظمی در جاده های شهر فرا شده است. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در مسیر فراه فراه رود 15 پیکارجوی طالب کشته و 23 نفر دیگرشان زخمی شدند. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه میگوید که عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در مسیر فراه فراه رود از یک هفته پیش آغاز شده بود و روز گذشته ختم شده است. سخنگوی پلیس فراه افزوده است که در این عملیات به نیروهای دولتی آسیبی نرسیده است. فراه از ولایت‌های ناام در حوزه غرب به شمار می‌رود که در سال گذشته گواه درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و پیکارجویان طالب بوده است. مقام‌های محلی در ولایت غور از پیوستن یک گروه 7 نفری پیکارجویان طالب به دولت خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت غور گفته که این گروه در پی تلاش ریاست امنیت ملی این ولایت به سرکردگی مولوی عبدالجبار به دولت پیوسته است. مولوی عبدالجبار فرمانده تسلیم شده گفته که قبلا در صفوف پیکارجویان طالب و داعش در نوار مرزی غور و بادغیس علیه دولت فعالیت داشته است. در حال حاضر پیکارجویان طالب در بخش‌هایی از ولایت غور فعالیت دارند و هر از گاهی دست به تحریکات علیه نیروهای دولتی میزنند. مقام های ارتش میگویند که در عملیات نیروهای دولتی در والاسوالیا بالامرغاب بادغیس یک شهروند روسیه که مسئول درمان زخمیان پیکارجویان طالب بود کشته شده است. ابراهیم فضلی فرمانده لوای سوم ارتش در بادغیس همچنان میگوید که در جنگ بالامرغاب چچنی ها اتباع پاکستان و شهروندان کشورهای دیگر سهم داشتند. آقای فضلی میافزاید در حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی به مواضع پیکارجویان طالب در بادغیس به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است. وزارت دفاع ملی روز گذشته اعلام کرده که طی 48 ساعت گذشته در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و پیکارجویان طالب در ولایت بادغیس 99 پیکارجوی طالب کشته شدند. بر اساس گزارش ها 12 سرباز دولتی هم در درگیری های اخیر بالامرغاب کشته شدند. مقام های حکومت افغانستان میگویند که در صورت امضای توافقنامه صلح میان حکومت و پیکارجویان طالب، اتحادیه اروپا این موافقت نامه را تضمین می کند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اتحادیه اروپا در چندین کشور میان جناح‌های درگیر جنگ موافقت نامه صلح را تضمین کرده است. این در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در لوکزامبورگ قطعنامه‌ای را مبنی بر ادامه حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از افغانستان صادر کردند. در این قطعنامه از حکومت و پیکارجویان طالب خواسته شده که بیدرنگ گفتگوهای مستقیم را آغاز کنند و به خشونت پایان دهند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است اواسط ماه جاری میلادی نشست صلح در دوحه پایتخت قطر با حضور پیکارجویان طالب و شماری از سیاستمداران افغان برگزار شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حمله انتحاری پیکارجویان طالب به نیروهای امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام را محکوم کرده و گفته است که این حمله مانع تلاش برای رسیدن به صلح نخواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییترش نوشته است که اقدام ناجوانمردانه تروریستی نمیتواند مانع تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان شود. در حمله انتحاری روز گذشته به کاروانی از نیروهای آمریکایی در والاسوالی بگرام ولایت پروان در شمال کابل 4 آمریکایی کشته شدند. پیکارجویان طالب با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. این حمله در حالی صورت گرفته است که آمریکا در حال مذاکره برای صلح با پیکارجویان طالب است تا به جنگ 18 ساله افغانستان پایان دهد. فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا در سفرش به پاکستان پیرامون روند صلح افغانستان با نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده است. جنرال کنت
کرمزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا برای نخستین بار به پاکستان رفته و روز گذشته با عمران خان نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده است. در این دیدار آقای مکنزی بر گفتگوهای بین الافغانی صلح تاکید کرده است. نخست وزیر پاکستان هم گفته است که افغانها باید درباره شکل گیری حکومت آینده و خروج نیروهای خارجی از افغانستان با هم بحث و گفتگو کنند. کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت مالیه سپرده است. در این طرح برای برگزاری 3 انتخابات به شمول ریاست جمهوری، انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و شوراهای ولایتی حدود 192 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. تا هنوز جزئیات کامل این طرح همگانی نشده است. رحیم ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که جزئیات طرح بودجه انتخابات پس از تصویب کابینه با رسانه‌ها و مردم شریک خواهد شد. با این حال او افزوده که هزینه احتمالی برای آن که اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود نیز در این طرح پیش بینی شده است. بودجه مورد نیاز برای انتخابات آینده از سوی حکومت و جامعه جهانی تامین خواهد شد. وزارت معارف اعلام کرده که طرح کار عملی برای دانشجویان دانشکده‌های تعلیم و تربیت در مکاتب از سوی این وزارت ایجاد شده است. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف میگوید که این طرح در تفاهم با وزارت تحصیلات عالی تدوین شده و به اساس آن زمینه کار عملی برای دانشجویان دانشکده‌های تعلیم و تربیت در مکاتب فراهم می‌شود. به گفته او این دانشجویان از شروع سال دوم تحصیلیشان به عنوان کارآموز در بخش معارف جذب می‌شوند. اساس گفته‌های سخنگوی وزارت معارف رفع کمبود آموزگار و فراهمسازی زمینه یادگیری عملی شیوه تدریس برای دانشجویان از اهداف این طرح می‌باشد. یونما یا هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از قربانی شدن غیر نظامیان در حملات اخیر در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که در 5 روز اخیر در پی وقوع چندین انفجار در شهر جلال آباد 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه یونما اکثر قربانیان رویدادهای اخیر جلال آباد غیر نظامیان بودند. طبق بررسی‌های یونما تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال گذشته میلادی به بیشترین میزان در 18 سال اخیر رسیده بود. مسئولان محلی در ولایت سمنگان اعلام کرده اند که وقوع انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا جان 6 کارگر را گرفته است. احمد علی حسنی ولسوال دره صوف بالا میگوید که این رویداد شام روز گذشته در روستای شب باشک این ولسوالی رخ داده است. او افزود که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد از سوی پلیس آغاز شده است. این در حالی است که استخراج زغال سنگ به صورت غیر معیاری در این ولایت در چند سال اخیر افزایش یافته است و به گفته مقام های محلی سالانه 10 نفر در اثر استخراج غیر معیاری معادن جان خود را از دست می دهند. دادستانی کل اعلام کرده است که عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به زندان فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل میگوید که آقای وحیدی سال گذشته از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به اتهام سوء استفاده از صلاحیت در هنگام ماموریتش به عنوان معین وزارت مالیه به 3 سال زندان محکوم شده بود. او افزود که آقای وحیدی روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان پلچرخی فرستاده شده است. عبدالرزاق وحیدی در زمان ماموریتش به عنوان وزیر مخابرات نیز به حیف و میل میلیون ها افغانی متهم بود و رئیس جمهور غنی وی را برکنار کرد، اما او از سوی دادگاه ویژه وزیران براءت گرفته بود. حمله گسترده پیکارجویان طالب به ولسوالی سانچارک ولایت سراپول عقب زده شده است. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک گفته که پیکارجویان طالب شب گذشته حمله های سنگینی را بر مواضع نیروهای امنیتی در روستاهای تبر و تقای خاجه به راه انداخته بودند که مقاومت نیروهای دولتی عقب زده شدند. آقای دقیق افزود که در این درگیری 6 نیروی دولتی کشته و 7 نفر دیگر از این نیروها زخمی شدند. او از آمار تلفات پیکارجویان طالب چیزی نگفته است. ولسوالی سانچارک از ولسوالی های ناامن سراپول است که پیش از این نیز در تهدید پیکارجویان طالب بوده است.
مقام های محلی در ولایت هلمند میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی گرشک دو فرمانده کلیدی القاعده به نام ملا جابر و ملا یاسر کشته و 4 نفر دیگرشان به شمول 2 زن بازداشت شدند. در همین حال عمر زباک سخنگوی والی هلمند میگوید که بازداشت این 2 زن اعتراض مردم را به دنبال داشته است. او میگوید ساکنان ولسوالی گرشک و بزرگان منطقه به دیدن محمد یاسین والی هلمند آمده و از او خواستند که زنان را هرچه سریعتر رها کند. اما والی هلمند گفته است که زنان بازداشت شده نیز متهم به عضویت در گروه القاعده هستند و در بسیاری از جرایم نقش داشتند. گفته شده که مقام های امنیتی پذیرفتند که زنان بازداشت شده را رها کنند، اما تحقیقات از سایر بازداشت شدگان ادامه خواهد یافت. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات اعلام کرده است که در جریان یک هفته گذشته 15 نفر در پیوند به 14 مورد قاچاق مواد مخدر از 5 الی 30 سال زندان محکوم به مجازات شدند. این مرکز با نشر خبرنامه‌ای گفته که این افراد از نقاط مختلف کشور بازداشت شدند. 2 هفته پیش نیز به تعداد 29 نفر در پیوند به 20 مورد جرایم قاچاق مواد مخدر از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر طی جلسات علنی محکوم به مجازات شدند. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 10 پیکارجوی طالب در ولایت قندوز خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای هوایی روز گذشته در مربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع در این عملیات 8 پیکارجوی دیگر طالب نیز زخمی شدند. ولایت قندوز از ولایت‌های به شدت ناامن به حساب می‌آید که پیکارجویان طالب بر 50% خاک این ولایت کنترل دارند. تا لحظات دیگر با خبری از جهان. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران ایران را شامل فهرست سازمان‌های تروریستی کرد. دونالد ترامپ در اعلامیه‌ای گفته است که واشنگتن به فشارهای مالی خود بر این گروه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این اعلامیه گفته که با قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اولین بار است که ایالات متحده بخشی از یک حکومت دیگر را به مثابه سازمان تروریستی اعلان می‌کند. آقای ترامپ گفته است این اقدام به سابقه که توسط وزارت خارجه صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که عملکرد ایران اساساً متفاوت از سایر دولت هاست. ایالات متحده آمریکا پیش از این ده ها نهاد و اشخاص را که به گونه‌ای با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشتند درج فهرست سیاه این کشور کرده بود. در این میان وزیر خارجه آمریکا میگوید این تصمیم در ظرف یک هفته اجرایی خواهد شد. مایک پومپئو به همه بانک ها هشدار داده که به معامله هایشان با سپاه پاسداران پایان دهند. آقای پومپئو افزوده است ما این را به خاطر انجام می دهیم که ایران از تروریسم به مثابه ابزار دولت سازی استفاده می کند. این اساساً ایران را از دیگر حکومت ها متمایز می سازد. این گام تاریخی کشور حامی تروریسم جهانی را از حمایت مالی محروم خواهد کرد. کشوری که تروریسم را به عنوان ابزار جهت گسترش مرگ و بدبختی در سراسر جهان استفاده می کند. با این اقدام گفته می شود همه دارایی های سپاه پاسداران ایران در قلمرو و صلاحیت های ایالات متحده مسدود شده و آمریکایی ها از هر گونه معاملات با آن منع می شوند.
همزمان تلویزیون و خبرگزاری دولتی ایران یا ایرنا مدت کوتاهی پس از این اعلان گزارش داد که شورای عالی امنیت ملی ایران نیروهای مسلح ایالات متحده در غرب آسیا را به مثابه سازمان تروریستی اعلان کرد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهور این کشور تقاضا کرده بود که نیروهای مسلح آمریکا در غرب آسیا را در فهرست گروه‌های تروریستی تهران قرار دهد. جواد ظریف این اقدام را علیه فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا تقاضا کرد که از آسیای مرکزی گرفته تا مصر مستقرند. و همچنان نامه اعتراض آمیز را بر علیه این اقدام آمریکا به سفارت سوئیس در تهران که حامی منافع ایالات متحده می باشد فرستاد. سپاه پاسداران ایران پس از انقلاب سال 1979 به هدف محافظت از حکومت ایران تشکیل شد. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. فرار مالیاتی بیش از 90 میلیون افغانی در هرات. فائق علیزاده مستوفی هرات میگوید که مالی گریزان شامل شرکت ها و ادارات دولتی می شود. اعلام حمایت مالی عربستان از پروژه تاپی. وزیر صنایع عربستان سعودی بر علاقه‌مندی کشورش به حمایت از پروژه تاپی تاکید کرده است. انتقاد سه‌چرخه‌داران فرار از پلیس ترافیک. آنان میگویند که ماموران اداره ترافیک همواره با آنان برخورد نامناسب داشتند. تضمین موافقتنامه صلح میان حکومت و طالبان از سوی اتحادیه اروپا. حکومت اعلام کرده در صورت امضای توافقنامه صلح اتحادیه اروپا آن را تضمین خواهد کرد. و اینکه آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می‌کنید، شما می‌توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد برنامه‌های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکاد را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.